صبحانه یه سر شهید رو بکنم. پشت شیشه چیه؟ نمبر تکونش نده دیگه. بالاخره اینو درستش میکنم. تو بچی اصرار نکردی، من میام صبونه بچه رو من خودم میدم دیگه. خوبم. فاطمه خانوم کجا موندی؟ نسرین خانوم وجدان خوبی؟ آره بابا، فقط نگرانم این مدت نتونم کار کنم چی میشه. این چی نمیشه، علکی سختش نکنم. سلام مامان جون، کجایی تو؟ درس خوندی دیگه؟ بله. من با دسته دسته تشکیل شدن جامد. خود فاطمه زود باش، دیرت شد. بس بگیرم لقمه برات. چرا نمیخوری؟ مجید چی میگم؟ پول داری؟ پول میخوام؟ پول؟ قربونت برم، چند بار بگم اینو ننداز رو لباست؟ دوست دارم. میگم خرج بیمارستان زیاد شد دیگه. بالاخره اسمش عمل بود. اتفاق دیگه پیش میام. خدا رو شکر به چش و چالت نخورد بابا. حالا پولیموند وسط؟ اصلا پول میخوای؟ نه بابا جون، تو پول داری؟ بیا ببین، برو بگی باز خود چیزی بگی. برو باید کرد. دیشب که تو خواب بودی نریمان زنگ زد، گفت این مدت که نمیتونی کار کنی، اگه میخوای پولی که دو ماه و پیش بهت بدم. ببین اگه داشت پول بگیری دیگه اسم منو نمیاری یا برای چی داری آور ما رو میبری؟ نمیری میگی پول ندارم. بابا من نگفتم تو نداری. دیشب ناراحت بودم، زنگ زده بود، حرف زدیم. تازه خیلی هم ناراحت بود، گریه میکرد. دستم درد میکرد دخترم. تو چرا شبا نمیخوابی؟ خب نگران شما بودم مامان خانم. تو نمیخواد نگران من باشی. بابا جون چشات خوب شد دیگه، تار نمیبینه؟ نه بهتره. این تمرینه که بهت گفتم انجام میدی روزی 20 بار؟ 20 بار؟ آره دیگه، بیا نزدیک بردار بیا نزدیک چشه. ببین بعد نزدیک شد. اه نکن. شبا نمیخوابی؟ بعد صبح خواب میمونی میری تو مدرسه چرت میزنی. باشو برو، باشو برو دیگه، باری کرد. باشو سلامت. خداحافظ. بچم دیروز که دستم دید رنگش عین گچ سفید شده بود. نریمان چی گفت؟ هیچی، گفت که تو دست تون بوده سفارشار تون تون میرسوندی، حالا که نمیتونی کار کنی اگه بخوای میتونم دستمزد یکی دو ماه و پیش بد بدم. لازم نکره، بگو پولشو بذاره جلو آینه بشه دوتا. چرا مجید، ما که بالاخره به این پول احتیاج داریم. یعنی چی؟ من دارم کار میکنم، کم کم به حقوقم اضافه میشه دیگه، همجوری که نمیمونه. اضافه حقوق چیه؟ هی میگه حقوقتو اضافه میکنم. نمیکنه. حقوقتو سر وقت بده، اضافه حقوق پیشکشش. هیچ کاری نمیکنه صاحب کارت. الانم صابخونه کرایه‌شو میخواد. همین امروز میرم حقوقمو میگیرم، بنده جلو صابخونه پولیشو. نصری من نبیرم، اما این نریما خوب بهشون نیست. انقدر کینه ای نباش. کینه ای چیه؟ اشتباهی دیگه. ببین همین الان یه اشتباه کردم، اصلا گذاشتم باش کار بکنی. حالا چی دستت بود؟ دستت چیکار کردی؟ نگاه کن خودت، اصلا من حالم بد میشه میبینم.
چیه مگه؟ خب چاقوه دیگه. چاقو که ببخشی، من الان باید دستم پشت دستگاه رفته بود یه دستم دیگه. ها خب حواست نبوده، زیاد کار کردی، چشت خسته شده، زدی به جای سبزی انگشتت پریده. تو دلخوریت از یه جای دیگه است. الکی از نریمان به دل گرفتی، بله یه حرفی بهت زده. خب داداشمه دیگه، دوست نداشت ما رو تو اون وضعیت ببینه. کدوم وضعیت؟ اگه همه عالم یادشون بره تو که نباید یادت بره. ببخشید منظوری نداشتم. از شما درد نکنم. مجید سب کن، صرف غذات هم ببر. بیا اینم بگیر. این چیه؟ هیچی تو خونه نداریم، اومدنی خرید کن. این همه چیز نداریم، و چی میخوردیم؟ تخم مرغ نداری؟ باش، خداحافظ. خداحافظ. مگه شهر هرت هر کاری دلش میخواد بکنه؟ قلدری چیه محمد؟ من 100 دفعه زیر سیبیلی تحملش کردم، ای گفتم آقا بی خیالش، ولی به شخصیت آدم بی احترامی میکنه. به جون بچه‌م من میرم ازش ساکت تو محمد، دارم حرف میزنم دیگه. میگم به جون بچه‌م میرم ازش شکایت میکنم. خب تو طرفدار منی یا طرفدار اونی؟ باشه دمت گرم. الو محمد، ببین من سر کوچه دم نونوایی ام. آره زود بیا، وگرنه میام دو تا شک دوباره خرج یارو میکنم. ها منتظرم. مجید سلام. چطوری؟ اینجا چی کار میکنی؟ دنبال شهر میگردی؟ شهر چی؟ من تکلیفم با این مردی که باید روشن کنم یا نه بالاخره؟ که تکلیف چی؟ این یارو همجوری دنبال بهونه میگرده کارگراشو بندازه بیرون. اونجوری هم که تو زدی تو گوشش خوب بهونه ای دستش دادی. همین دیروز یکی آورد جات. اتفاقا خوب کاری کردم. مگه الکی سه ماه آدم استخدام کنه بعد همجوری واسه خودش بندازه بیرون؟ من که میبینی الکیه. اینه که جات آورده افغانیه. اتفاقا بهتر. میرم ازش شکایت میکنم، پوستش هم میکنم. کدوم قرارداد شکایت میکنه؟ اینجا بودن تو هاشا میکنه، ازت تازه شکایت هم میکنه. شکایت چی؟ من 3 ماه پا اون دستگاه گفتی جون کندم، این همه شاهد اونجا بز علکی هم اگه میرم امضا جمع میکنم دیگه، درسته؟ نه امضا نمیکنه. نه احمد گم وایستا بابا، تو هم شما قهر میکنی مثل بچه ها. امضا نمیکنی دیگه. واقعیتش من به بچه‌ها گفتم تو داری امضا جمع می‌کنی که از این یارو شکایت کنی. خب قبول نکردن. ترسیدم؟ زن و بچه دارن. خب منم زن و بچه دارم. به خود سر صبح بلند شدم، زنم انگشتشو بریده، انگشته افتاده، خون فواره زده بیرون، بردیم عمل سرپایی کردیم. محمد 1,000,000 تومان خرج شده بود. حالا چطوره؟ بد نیستش. خودم یه هفته است بیرون سرین خیابونا و پارکام. بعدش یه لیست به من داده. را کن دیگه، برنج و شکر و مرغ و تخم مرغ. من اینا چجوری بگیرم وقتی یه پاپاسی تو جیبم نیست؟
خودش هم که تک دو ما دیگه نمیتونه کار بکنه. اگه بفهمم بیکارم که سکته میکنه میفته گوشه خونه. صاحبخونه چسبیده اینجوری یه اجاره خونه. خب من چیکار بکنم؟ تو که میدونی من چه کسافتی محمد بلند شدم. من شیشه خورده این زندگی رو چسبوندم به هم. چرا نمیری کمپ من چی؟ پیش همون راهنما چی بود؟ صادقی. دعوام شده باشو. سر چی؟ هیچی با میگه ترک کردی باید بیای ارتباطت با کم قد نشو. من که یاهویی ترک کردم از دنبال این خاله بازی ها نبودم که. به خدا اینا یه چیزی میدونن که میگن بیا. خود بازی دهنه ای بچه. برو پیشش کمکت میکنه. یه نگاه به دخترت بنداز. حیف اون بچه که خدا به تو داده. مثل ماه میمونه بچه. اصلا من نگفتین یارو رفیقته، رفیق گرما به گلستانته، بچه محلته. محمد علکی بس این صادقیه رو سر جدت پیش نکش. برو ببین این بچه‌ها امضا جمع میکنن یا نه. اگه با هم باشیم ما میتونیم به حقوقمون برسیم. دهن یارو آسفالت ها. نمیشه مجید. حرفشون حسابه. اینا دارن خرج زن بچه‌شون رو در میارن. این مرتیکم بفهم امضا کردن همه‌شون رو میندازه بیرون. من کشکه. همینجوری کل کارگرا رو بریزه بیرون. آقا همینجوری که ما با یارو احتیاج داریم یارو هم به ما احتیاج داره دیگه. نمیشه. بی خیال شو. بس که نمیفهمی محمد من تو چه چلی افتادم ها؟ چرا خودت یه مدت جای زنت کار نمیکنی؟ چه میدونم؟ سبزی سرخ کن. برم با برادر زنم کار کنم؟ این کتاب بفهم و زمین خوردی میره طلاق زنمو میگیره. بعد بگم به من کار بده؟ به هر حال بی خیال شو. برو یه جا دیگه دنبال کار بگرد. دستت هم تو لون زنبور نکن. نیست محمد جون کار نیست. من تو این یه هفته کل آگهی نیازمندی روزنامه رو همه رو جویدم. نمیدن آقا کار به من نمیدن. همه جا پر شده یه سری آدم حال به همزن بیدولوژیگر. الان منظورت به منم بود دیگه. باشه. باشه محمد جون فرار کن داداش. نوبت تو هم میشه. نکن اونو تو دهنت کثیفه. ببخشید داداش یادم میره. باز نشستی جلو تلویزیون داری درس میخونی؟ نوشتنی حواسم پرت نمیشه. چه نوشتنی چه خوندنی نبینم دیگه. بابا جواب نداد؟ نه. مگه نگفتم دیر وقت که بشه تو در باز نکن؟ باباس مطمئن نه. سلامت گو. سلام. بیاین میگی. سلام. سلام. چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ چقدر دیر اومدی؟ آه بذار برسیم بعد شروع کن دیگه. نمیذاری یعنی بریم دستروممونو بشوریم. اضافه کاری بودم. مگه کارگاهتون اضافه کاری هم داشت؟ داره اضافه کاری داره. بعد کارو جنگی تحویل بگیریم سفارشه. صابخونه اومد در خونه. خب چرا خرید نکردی؟ حقوقتو نگرفتی هنوز؟ آخ ببخش یادم رو فسن خریده. بریم فاطمه. خوبه کاغذ دادم دستتا. اینا رو کجا بذارم؟ بذار همینجا. پس چرا اینجایی؟ مگه بازم گشنته؟ نه سیرم. پس بودو برو مشقه تو بنویس. خب بذار کمکت کنم فقط یه صفحش مونده. نمیخواد. بهترین کمک تو اینه که بری مشقه تو انجام بدی. به بابات هم بگو بیاد شام بخوره باشه؟ بابا شام آماده است. به به چه برگویی را انداختی. کجا داری میری تو؟ من خوردم نیشه جان. به به عجب برگویی را انداختی بابا. بچه میذاشتی غذا بیشتر بخوره برای رشدش خوبه. فهمم خوبه یا بریزم دوباره؟ دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. عجب آشپزی کردی. خورش بریزم یا میریزم؟ آبا یکم بخند دیگه. حالا چیه قرار کردی؟
ببخشی یاره اصلا من خورده این روزا با شما اما آخه تو که حرف نمیزنی آدم بفهمه چی شده چه حرف چی بزنم همین داستان صاحبکار هستی که حقوق و قرارداد و بیمه و این حرفا حقوق تو نداد؟ مثل چی دارم اونجا کار میکنم یه قرارداد نهی من دادم دستش به جای بم باشه بیمه هم که نمیکنه حقوق و قرارداد امروز بده گو دور فردا اشکال نداره یه ذره صبر کن باش مدارا کن کم کم خودش به صرافت میفته صرافت چی؟ اون اصلا آدم نیست مدام هم امروز با آدم سرکوف میزنه با این اخلاق درست حسابیش من نمیدونم چجوری زن و بچهش تحملش میکنم چاره چیه؟ همین هم اگه نباشه که دوباره بیچاره میشیم منظورم اینه که یادت چقدر دنبال کار گشتی؟ خب الان همین که کار داری خدا رو شکر زندگیمون میگذره خود شما نبودی سر صبح میگفتی چرا حقوقت کمه اضافه حقوق چرا نمیگیری؟ خب گفتم ولی خب چی کار میشه کرد همینه دیگه بعدم من اونو واسه یه چیز دیگه گفتم اون موقع حرف نریمان بود اگه من الان کمک نریمان رو قبول کنم به اونا حله دیگه آبا بکن جونم مادرت بابا من میگم فقط آروم باش یه وقتی شری درست نکنه با این صاحب کارت همینجوری تو سری خور باشم خوبه دیگه صدام هم در نیاد تو راضی میشی دیگه دست شما درد نکنه بسی تو رو خدا دوباره سر ناسازگاری بر ندار به خدا من دیگه اصلا تحمل ندارم وقتی تحمل شنیدن نداری بی خودی نگو چرا حرف نمیزنی دیگه واسه همینه به زهر مار میکنی به آدم کجا؟ حرف بزن ولی نگو که دوباره قرار بیکار شی به خدا مجید من دیگه تحمل در به دری ندارم دیگه نمیتونم تحمل کنم گریه نکن دیگه بابا نسیم جون مادر گریه نکن ای بابا من چی گفتم بهت مگه باشه بابا غلط کردم دیگه باشه بلش کن اصلا دیگه حرفشو نزن من بلش کن دیگه خواهش میکنم Thank you.
الو آقا سلام عرض شد. من برای آگهی که داده بودین تماس گرفتم برای کارگر ساده میخواستم. کجاست آدرس رو هم نگرفتین که نه؟ خب آدرستون کجاست؟ مجیدیه جنوبی؟ خب چه؟ نفش کوچه محبی؟ دست شما درده من میام من این ساعت دیگه تا حالا تو آشپزخونه کار کردی؟ پیازه رو ببر اون گوجه هارم بده ببرم بشورم. من کار صنعتی کردم. من موتور داری؟ نه ولی عمل داری؟ نه من؟ نه چرا داداشم؟ خودم این کاره بودم. چه شاید یه چیزی دیگه میگم داشتم. نه اینکه نداشته باشم ولی الان پاک پاکم به جون بچم. 3 ماهه هنوز قیافت تابلوه. دازه الان آلندلونمه. موقع رو نهیده داغون داغون بودم. 3 ماهه چیکار میکردی؟ گفتم که کار صنعتی میکردم. توی کارگاهی کار میکردم. این صاحبکاره بد جور آدم عوضی بود. این هم ما رو بیمه کرد. نه با اون قرارداد بس. هر موقع دلش هم میخواست با یه تیپا ما رو مینداخت بیرون دیگه. 3 ماه اول همه عوضی هم. من هم باهات کارم نمیشه. برو 3 ماه دیگه بیا. اگه هنوز پاک بودی خودم بهت کار میدم. خب من توی این 3 ماه چیکار بکنم؟ الان گیرم همین 3 ماه هست. من قضامو الان میریزم زنم فهم کنه من سر کار دارم میرم. قضا میرم تو پارک میشینم میخورم. باید خرج و برج زندگی بدم بابا. ببین داداشم من یه پسر نااهل دارم که به زور آوردنش اینجا پیش خودم کار کنه. دوست ندارم تو محیطی که کار میکنه بوی مواد و اینجور چیزا باشه. خودش نزده میرخصه. آقا میگم من دور مواد و خط قرمز کشیدم سمتش هم نرفتم 3 ماه. منم این خط رو زیاد کشیدم. ببین عزیز من برو 3 ماه دیگه بیا. اگه هنوز پاک بودی خودم بهت کار میدم. آقا چی چیو 3 ماه دیگه بیا. ببین من این ظرف کجا رو میذارم تو. ببین قربون شکلت برو 3 ماه دیگه بیا. بابا آقا ظرفا رو میشورم. خب ظرفا اونم همه یه بار مصرفه. بیا خب من پیازا رو خورد میکنم داداش. یه قطره هشت رو نمیداد چشم. حاضر. سلام. سلام. سلام آقای ارغون. سلام آقا مجید. چه آبی دویده زیر پوستت این طرف ها؟ یک کمک که میخواستم کنه. رو کن میبینم چی آوردی؟ نه چیزی که نیاوردم. یه خود پول قرض میخواستم. چی میخوای؟ یه 300-400 تومان دستی میخواستم. پستون میدم. من که ندارم که. اگه چیزی جنسی برای فروش داشتی شاید میتونستم یک کاری واسط بکنم. ببین منو تر کردی؟ نه اون دیگه نمیزنم. گفتم قرض پست میدم یه ماه. ما از این سنما نداشتیم با هم. تو جس میابردی ما میخریدیم ازت. درسته؟ اگه گرفتار نبودم که رو نمیزدم به رو. مگه چی هست؟ تو این دور زمانه چیزی که یک قرون نمیارزه همینه. همه اولش رو میزنن ولی بعدش تو میزنن. چه کندش میکنه آقا یقو. میگم گرفتارم. جنس داری؟ بیار. یعنی الان برم؟ بمون. دست شما در نکن. به سلامت. یه چند به چند سر چی دعوا دارم میکنم؟ یه لقمه نون بنده خدا آره بره سر کار نمیذارم. چرا نمیذارم؟ میگن اینجا ما حق قلو گل داریم. ای بابا آره دیگه آدم وایس ما بری سر کار دیگه نمیذارم. میگن اینجا سقفون آره ما هست. یه عقده بازیه. پس رو دارم کنم. Let's go, mama.
در دریا نهان.